کنار خدا. کنار میشه شرک. پس بنابراین شرک در ولایت دخل و تصرف انسان در جهان رو هم بیان میکنه. یعنی مستقل از اراده خداوند انسانها هم توان دخل و تصرف در کار جهان رو دارن. اعتقاد به تدبیر انسان در کنار خداوند مشخص است که اینم شرکه، چون کلمه کنار رو شما دارید میبینید. تدبیر که آورده نشاندنده ربوبیته. پس بنابراین اگر کسی برای خود حسابی جداگانه باز کند یا اعتقاد به استقلال در تدبیر خود داشته باشه و بگه من هیچ نقشی خداوند در اعمال من ندارد، میشه شرک در ربوبیت. درک و مفهوم این سوره توحید. سوره توحید خود 4 تا آیه داره، هر 4 آیهش گویای اصل توحیده. قل هو الله احد، کلمه احد در اینجا میشه چی؟ میشه اصل توحید. کلمه صمد چی؟ صمد هم نشان دهنده اصل توحیده. هرچند بعضیا صمد رو به معنی خالقیت هم میگیرن. لم یلد و لم یولد، یعنی خدا یکی است که دوتا نمیشه، خرد نمیشه، اجزا نداره. اینم برمیگرده به اصل توحید. کفوان احد، بازم در انتهاش ما احد رو میبینیم. پس اینم اصل توحید. 4 بار در اینجا اصل توحید بیان شده. این آخری وقتی میگه ولم یکن له کفوان احد، داره رابطه ارضی خدا با مخلوقات را رد میکند. یعنی در کف خدا و تراز خدا و رتبه خدا موجودی دیگری نیست. قل من رب السماوات والارض قل الله، یعنی بگو من پروردگار آسمان و زمینم. بگو پروردگار آسمان و زمین شما کیه؟ حالت چی داره میگه؟ حالت سوالی. خدا از پیامبر درخواست میکنه از مشرکان این جمله رو بپرس. هرچند اونها از روی تعصب جواب نمیدن، خودت جواب بده. اولا کلمه رب تویی در ربوبیته. دوم این که بر اساس این آیه میفهمیم که مشرکان از روی تعصبی که دارن حتی به بدیهی ترین و ساده ترین سوالات هم جواب نمیدن و خداوند خودش باید جواب بده. مسئله دیگری که از این آیه استنباط میشه اینه که در گذشته مناقشه بر سر تویی در ربوبیت بوده، نه تویی در خالقیت. یعنی مشرکان به طریقی خالقیت خدا رو قبول کردن. مشکل آنان چی بوده؟ مشکل ربوبیت بوده. وقتی میگه قل الله، یعنی پاسخ به سوالات ابتدایی هم باید خداوند خودش بگه، در واقع رسول خداوند خودش توضیح بده. قل افاتخذتم من دونه اولیا، یعنی شما غیر خدا را به سرپرستی نگیرید. این نشان دهنده شرک در ولایته که بعدش هم دلیل آورده. مفهوم توی در ربوبیت هم در ادامش استنباط میشه. پس هم اینجا ولایت هست، ولی نفعا و لا ضررا که آورده گویای ربوبیت هم هست. آیه زیر رو تحلیل کنید. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. بنابراین در این آیه به این موضوع اشاره میکنه شما کسی رو به عنوان سرپرست انتخاب کنید که توان خیر رساندن و یه دفع ضرری داشته باشه. آیا انسان بینا و با بصیرت با انسان نابینا میگه یکیان؟ ام هل تستوی ظلمات و النور، آیا ظلمت و نورانیت یکی هستن؟ به حالت استفهام داره بیان میکنه. بنابراین نفعا و لا ضرا همونطور که اشاره کردن، یعنی شما یک کسی رو به عنوان سرپرست خودت انتخاب کن که قدرت خیررسانی و دفع ضرر داشته باشد. در قسمت بعدی وقتی میگه اعما و البصیر، میگه کسی که واقعا حق رو دید ولی نمیپذیرد، این فرد چشم دلش کور و فضای اطرافش ظلمت است. یعنی شما راه درست رو میبینید ولی باز نمیرید. این بدترین حالت است برای یک انسان. پس بنابراین با خط بعدی هم کاملا مفهومشون یکیه. ظلمات و النور هم با همین کلمات اعما و البصیر کاملا مفاهیمشون با هم مرتبط هست. اعما با ظلمات، بصیر با نور. هرچند این ظلمات و نور میتونه به اختیار انسان هم ربطی داشته باشه، ارتباط نزدیک به اختیار انسان هم داشته باشه. اما چرا توی در ربوبیت؟ نفعا و لا ضرا، یعنی خدایی که داره خیر رسانی میکند ضرری را دور میکند، این به اداره کردن جهان برمیگردد که همون توی در ربوبیت دانسته شده است. درک و تدبر آیه زیر رو بنویسید. هم جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم، یعنی به تویی در خالقیت اشاره میکنه. ام جعلوا لله شرکا، میگه شما Cái mà thím mà nó là phải xuống tắm ra đấy mà cứ rốt còn bớt. Đúng rồi, con nóc mà đau lưng. Nên là cái
Hôm qua bố cháu không chịu được cái món gì ngồi chạy được. Đứa này ngon ngồi quá thì liền mới chạy. Mẹ lên mà. Cháu thuộc người cũng chân chạy. Nhưng mà bác ấy không nữa thì để nuôi ít thôi. Mà kể như mà ông cũng ngồi bác phần nuôi chứ bà mà cũng khó chuẩn á. Bác này bác biết rồi đi nhà cháu ông rồi cứ bới này. Bác này bác ông ở giữa. Mình đang